به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جا خدا وند روزی ده و رهنما. به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما دوستان عزیز، بسیار شادمانم که بار دیگه در خدمتون هستم با قسمتی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. رسیدیم به قسمت 70 برنامه در خدمت شما بودم. اگر مجال و عمری باشه، امیدوار هستم که این کتاب ارجمند رو بتونم تا پایان در خدمت باشم. به نظرم اولین مجموعه شعر و تفسیر تصویری تمام شاهنامه خواهد شد. البته گفتم اگر عمری باشد و مجالی. البته من هنوز شرح و تفسیر صوتی هم از تمام شاهنامه ندیدم. اون چه لااقل من خبر دارم، شرح و تفسیر از برخی داستانهای انتخابی هست. سپاس ویژه دارم از امیر درخشان، کارگردان فنی برنامه، که با بردباری در ضبط و تدوین این برنامه من رو یاری میکنه. دوستان بسیاری این برنامه رو دنبال میکنن. شادمان میشم که به صفحه فیسبوک آفیشال گردآفرید نت برید ببینید و نظرات خودتون رو بنویسید. پدر مادرهای نازنین و خردمندی گاهی با من تماس میگیرن و فیلم اجراهای بچه هاشون رو برای من میفرستن. بچه های نازنینی که شاهنامه خوانی میکنند از حفظ، و چه زیبا. پدر عزیزی از کشور کویت فیلمی رو برای من ایمیل کرده و توضیح داده که بر اساس فیلم هایی که از اجراهای من تهیه کردن و یا جمع آوری کردند، دخترشون رو تعلیم دادن. یکی از تومارهایی که این دختر نازنین نعل به نعل همون کلام رو، همون حرکات رو اجرا کرده، و البته پیش از این اجرا هم در واقع از من اجازه گرفتن که خیلی هم ازشون سپاسگزارم، این هست تومار رستم و عشقبوس، که البته خود من همین داستان تومار عشقبوس رو در شیوه نقل مدیون مرشد ولی الله ترابی هستم. بسیار نقل زیبایی است. ببینیم اجرای زیبای این دختر نوجوان زیبا از کشور کویت. البته اسمشون رو، فامیلیشون هست خلیل نژاد، فکر میکنم ژاله خلیل نژاد، پدر ارجمندشون امیر خلیل نژاد. ابتدای برنامه هم یک یادی از من کردن که ازشون ممنونم. قسمت کوتاهی از این فیلم رو ببینیم، برمیگردم و می رویم بر سر داستان حمله ایران به توران. به اعتبار خانم علیزاده گردآفرین، طبق جواب سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما رسم رستم و عشقبوس، چین، روم، هند، تپیجاو، سقلاو، چوان، ماورانهر، از کوه هاوند، خال دریای شهر، از کاموس و شنگل و خاقان چین، تا منشور جنگی و گرداب توران زمین، همه و همه گرد سپاه ایران محاصره یانیان زدن رو از آن طرف گل تاج رخش نیر ارمن رخش رخشانش نر انداخته با سپاه داوود به ریداب زن شبانه از تو هموبن نه بالا اومد به چادر بودر مقابل آموزگارش احترام گذاشت. بله، بخش کوتاهی بود از اجرای نوجوان نازنینی از کشور کویت. البته کیفیت فیلم متاسفانه خوب نیست،
اگر بچه های شما هم شاهنامه خوانی میکنن یا شعری میخوانن یا داستانی میگویند و اجرا میکنن، خوشحال میشم که فیلم هاشون رو برای من بفرستین، حتما پخش خواهیم کرد. خب برویم بر سر داستان. داستان به آنجا رسید که خبر کشته شدن شاهزاده سیاوش به مظلومیت و غریبی به ایران رسید. ایران سیاه پوش شد. رستم به انتقام سودابه فتنگر رو که باعث و بانی بسیاری از دردسرها و سرانجام کوچ و پناهندگی سیاوش به توران بود رو به خفت در حرم شاهی کشت. کاووس از عزای سیاوش تاج به زمین کوبید. ایرانی ها لشکر بزرگی فراهم کردند و قسم خورده انتقام و کین خون سیاوش شدند. لشکر ایران به سرپرستی رستم حمله کرد به مرزهای توران. ابتدا مرز سپیجاب، هرچه بود به بیداد به آتش کشیدند و مرزدار اونجا رو به خفت کشتند. شاه توران افراسیاب تورانیان رو بسیج کرد. لشکری به سرکردگی سرخه پسرش آمد به پیشرو و جلوداری سپاه. در جنگ روبرو بین سرخه پسر افراسیاب و فرامرز پسر رستم، سرخه اسیر شد. رستم دستور داد سرخه رو مثل سیاوش ببرندش به دشت و مثل گوسپند سرش ببرند. طوس مأمور اجرای این حکم شد. سرخه به طوس التماس کرد، گفت ای شاهزاده، سیاوش همسن و سال و دوست من بود. روان من همیشه پر از درد و اندوه سیاوش است. شب و روز از غمش خون گریه می کنم و نفرین بر آن کس که تشت و خنجر به دست گرفت و سر آن شاه را برید. بر من رحم کن، مرا نکش. دل طوس بخشایش آورد سخت بر آن نام بردار برگشت بخت. بر رستم آمد بگفت آن سخن که افگند پور سپهدار بن. چون این گفت رستم که گر شهریار چنان داغ دل شاید و سوگوار، همیشه دل و جان افراسیاب پر از درد بادا، دو دیده پراب. همان تشت و خنجر زواره ببرد، جوان را بدان روزبانان سپرد. سرش را به خنجر ببرید زار، زمانی خروشید و برگشت کار. جهانا چه خواهی ز پروردگان؟ چه پروردگان داغ دل بردگان؟ بریده سرش تنش بردار کرد، دو پایش زبر سر نگونسار کرد. بران کشته از کین برفشاند خاک، تنش را به خنجر بکردند چاک. سر از تنش جدا، تن بی سر رو به دار کشیدند. از پا آویزان کردند و به کین سیاوش تنش رو با خنجر چاک چاک کردند. لشکر شکست خورده توریان فراری خبر به شاه توران افراسیاب که چه نشسته ای، دولت تو برباد شد. پسرت رو سر بریدند و تن بی سرش رو دار زدند و چاک چاک کردند. همه شهر ایران کمر بسته اند، ز خون سیاوش جگر خسته اند. نگون شد سر و تاج افراسیاب، همی کند موی و همی ریخت آب. خروشان به سربر پراگند خاک، همه جامه خسروی کرد چاک. بلشگر گفت خواب و خوراک بر ما حرام شد،
همه کینه را چشم روشن کنیم، ز خفتان تنان زیر جوشن کنیم. فقط کینه. آوای کوس بلند شد، زمین از نعل اسبان به جوش. چو برخاست از دشت گرد سیاه، کسی آمد کس آمد بر رستم از دیدگاه. که از تیغ ترکان هوا شد بنفش، برفتند با کاویانی درفش. برآمد خروش سپاه از دو روی، جهان شد پر از مردم جنگ جوی. لشکر ایران و توران مقابل هم صف کشیدند، روز از شب پیدا نبود. افراسیاب لشکر توران را بیاراست، میمنه را سپرد به بارمان، میسره به کهرم تیغزن سپرد. ببینیم سفارای ایرانیان، و از این روی رستم سپه بر کشید. زمین شد ز گرد یلان ناپدید. رستم میمنه رو، یعنی سمت راست سپاه رو، سپاهیانی که در سمت راست بودن، سپرد به گیو و توس. میسره سپاه سمت چپ به گودرز کشواد و هجیر یا هجیر. زمین از سم اسبان رنگ سنگ شد، تو گفتی جهان کوه آهن شده است. سر کوه پرترگ و جوشن شده است. بیامد به قلب سپه پیلسم. معمولا قلب سپاه جایگاه پادشاه بوده یا سپه سالار. بیامد به قلب سپه پیلسم، دلی پر زکین چهره کرده دو جم. پیلسم برادر پیران ویسه آمد خدمت شاه توران، اجازه جنگ با رستم رو خواست. پیلسم گفت ابا رستم امروز جنگ آورم، همه نام او زیر ننگ آورم. به پیش تارم سر و رخش اوی، همان گرز و تیغ جهان بخش اوی. افراسیاب شاد شد گفت اگر رستم پیلتن را به چنگ آوری، تو را به جایی میرسارم
که در توران هیچ کس بدان جای نرسیده. دخترم را به تو میدهم، تاجم را، دو بهره از سرزمین های ایران و توران را به تو میبخشم و هرچه که از گوهر و گنج و شهر است مال تو. پیران غمگین شد، به شاه گفت: ای شهریار، برادرم جوان است، نمیداند، اگر با تهمتن در افتد سرش را به باد میدهد، شکست در سپاه میافتد و این برای پادشاه ننگ است. تو میدانی برادر از من کوچکتر است و مهر برادر بزرگتر بیشتر. به پیران چنین گفت: پس پیلسم، که از این پهلوان دل ندارم دژم. من از رستم نمی ترسم، اگر من با این جنگی نهنگ جنگ کنم، برای تو و پادشاه ننگ نمی آورم. دل مرا مشکن برادر، و به دلت بد راه مده و طالع بد نیاور. افراسیاب چون این شنید، یک اسب جنگی به پیلسم داد، اسب جنگی شایسته با تیغ و جوشن و ترگ و گرز. بیا راست آن جنگ را پیلسم، همین ران چون شیر با باد و دم. به ایرانیان گفت، شروع کرد به رجزخانی، به ایرانیان گفت: رستم کجاست؟ که گوید که او روز جنگ اژدهاست. چو بشنید گیو آن سخن، بردمید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. بدو گفت رستم: به یک ترک جنگ همانا نسازد که آیدش ننگ. گیو گودرز با پیلسم گلاویز شد، پیلسم به گیو نیزه زد. فرامرز پسر رستم چون این رو دید، آمد به یاری گیو، با شمشیر زد به نیزه پیلسم، چنان که نیزهش قلم شد. دگر باره تیغ زد بر فرق و ترگ پیلسم، تیغش از هم گسست. رستم در قلب سپاه ایستاده نگاه میکنه، دید دو دلاور ایرانی حریف این شیرمرد نمیشوند. بدانست رستم که جز پیلسم، ز ترکان ندارد کسان زور و دم. من هر بار که اشاره می شود به ترکان تورانی، این توضیح رو میدم که اینها اقوامی هستند در سرزمین های شرق ایران، شرق خراسان به آن طرف، به آن سوی ماوراء النهر، که چشم های بادامی و پوست زرد دارند. و دیگر که از پیر سر موبدان، ادامه سخن رستم، از اخترشناسان و از بخردان، از اختر بد و نیک بشنوده بود، جهان را چپ و راست پیموده بود، که گر پیلسم از بد روزگار گذر یابد از پند آموزگار، نبرده چنو در جهان سر به سر، به ایران و توران نبندد کمر. همانا که او را زمان آمده است، که ای در به جنگم دمان آمده است. به لشکر گفت: عمر او به دست من است، و کار کار من، کارش را یک سره خواهم کرد. یکی نیزه بارکش برگرفت، بیفشارد ران ترگ بر سر گرفت. گران شد رکیب و سبک شد انان، به چشم اندر آورد رخشان سنان. برفتند پویان فرامرز و گیو، جهان پهلوان ماند و آن مرد نیو. بگشتند چندی بران کینگاه، به اختر جهانبر جوان شد سیاه. چون این گفت با نامور پیلسم: گو تاج بخش، مرا خواستی تا بسوزی بدم. یکی نیزه زد بر کمرگاه او، ز زین بر گرفتش به کردار گوی. رستم تاخت تا قلب سپاه توران، پیلسم رو با خفت انداخت به قلب سپاه. انان
پیچید برگشت، پیران از دیده خون گریه کرد. لشکر توران از هم گسست، دو لشکر ایران و توران به خروش در آمد. صدای نعره و ناله تا آسمان بلند، خون ژاله ژاله از سر و روی اسبان سرازیر. دو لشکر چنان از هم کشتند که از کشته ها پشته ها ساختند. بادی از رزمگاه بلند شد، از شدت خاک و تیرگی یک از یکدیگر نشناختند. چون این گفت با لشکر افراسیاب، که بیدار بخت اندر آمد به خواب. اگر سستی کنید یک تن من زنده نمی ماند، باید از هر سو کمین کنیم. خود افراسیاب از قلبگاه سپاه توران حمله کرد به توس. در واقع خلاف آیین جنگی اینها به گونه شبیخون زدند به ایرانیان. ماه منم، راه منم، شیر منم، شاه منم، اسوه این ملت آگاه منم. خنده تو را سخت مرا، وز دم پاینده تو بخت مرا. جام جهان هدیه به بازیگران، در رهت ای مام وطن قد پر کاه منم. از ایران آمدم از مهد شیران، دیار کاوه و گودرز گوران. بلندای غرورم از دماوند، وجودم گر گرفته مثل تفتان. از اقلیم سهند و لوت و البرز، من آن دانای توسم از خراسان. تن نالودم چون گل معطر، سیاوش گونه بر آتش خرامان. از ایران آمدم من از ایران، از ایران آمدم من از ایران. سوار رخش رستم با درفش کاویانی، یل دشمن شکن موج خروشان. خلیج فارسم گویای تاریخ، منم خون شقایق در بهاران، منم خون شقایق در بهاران. منم رود سپید و تخت جمشید، منم کوروش، منم تخت سلیمان. هزاران در هزاران قصه دارم، از این خاک مقدس پاک ایران.
از ایران آمدم من، من از ایران، از ایران آمدم من، من از ایران، از ایران آمدم من، من از ایران، از ایران، از ایران فراوان سران را بکشت، غمی شد دل طوس و بنمود پشت. طوس فراری اومد پیش جهان پهلوان، گفت میمنه سپاه دریای خون شد، علم سپاه واژگون کار زار شد. رستم زد به قلب سپاه توران، فرامرز پسرش، پشت سر رستم تمام خیشان و یاران افراسیاب با سپر آنجا. رستم بسیار از اونها رو کشت، فرامرز و طوس هم از پس رستم. چو افراسیاب آن درفش بنفش نگه کرد با کاویانی درفش، بدانست کان پیلتن رستم است، سرفراز از تخمه نیرم است. براشفت برسان جنگی پلنگ، بیفشارد ران پیش او شد به جنگ. چو رستم درفش سیاه را بدید، نشان افراسیاب درفش سیاه است، چو رستم درفش سیاه را بدید، به کردار شیر ژیان بردمید. انان باره دست کش را سپرد، به جوش آمدان نام بردار گرد. براویخت با سرکش افراسیاب، ز پیکار خون رفت در جوی آب. یکی نیزه سالار توران سپاه، بزد بر رستم کینخواه. سنان اندر آمد به چرم کمر، به ببر بیان بر نبود کارگر. ببر بیان پوشش معروف رستم، همچنین اشاره به رنگ علم یا درفش، هر کدام از اینها، از این سرداران یا پادشاهان بسیار جالب هست. در همین جا هم اشاره هایی رو دیدیم، این علم هایی که در تعزیه ها و دستگردانی های محرم میبینیم، به نظر میرسه متأثر از همین درفش ها و علم آرایی هایی است که در داستان های شاهنامه است. باری رستم زد به اسب افراسیاب، اسب بیتاب شد. همی جست رستم کمرگاه اوی، که بی رنج کوته کند راه اوی. دست رستم به کمر افراسیاب، هومان از سپاه توران دید. با گرز زد به شانه رستم، اقبال اقبال افراسیاب. افتاد به اسب از زیر دست رستم، فراری همه دست بردند به گرز. طوس از رستم پرسید چه شد جهان پهلوان، چرا؟ رستم گفت عمودی که کوبنده هومان بود، تو آهن مخوانش که موم آن بود. زمین سر به سر کشته و خسته بود، وگر لاله بر زعفران رسته بود. رستم تا سه فرسنگ افراسیاب رو تعقیب کرد، لشکر افراسیاب شکست خورد. گنج ها و غنایم جنگی بسیار به ایرانی ها رسید. در این بخش داستانی البته به چند قسمت افزوده در پاورقی اشاره شده، یکی رزم رستم هست با قباد چینی و دیگری رزم آغوش با رستم. گویا آغوش یکی از سرکشان سپاه افراسیاب بوده. علاقه‌مندان میتونن در بخش اشاره شده به افزوده ها این دو داستان رو بخونن. در شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق، استاد خالقی مطلق،
همینطور به ماجرای اشاره شده با عنوان آوردن افراسیاب کیخسرو را. میدونیم که کیخسرو پسر شاهزاده سیاوش شهید است که افراسیاب هر بار تصمیم داشته این نوه دختری خودش رو سر به نیست بکنه، اما پیران ویسه وزیر خردمند او مانع می شده. علاقمندان این سه داستان ظاهراً افزوده رو میتونن در قسمت پاورقی پیش از فصل پادشاهی رستم در توران بخونن. ببینیم گفتار اندر پادشاهی رستم به توران زمین، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر.